وقتی به بحث حجاب میرسد، ایرانیان همیشه ناراضی‌اند. یا از حجاب اجباری یا از بدحجابی. چرا خلاف کردی؟ امام جمعه اصفهان یکی از این ناراضیان است. یوسف طباطبایی نژاد معتقد است با بدحجاب‌ها برخورد نمی‌شود. صحبت‌های دیروزش این بود که نگذارید بدحجاب‌ها با خیالی آسوده در خیابان بگردند. باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجار شکنی کنند. اخیراً آقای طباطبایی، خیلی ها، حتی بعضی از روحانیون همدل با حکومت نگران شدند که این حرف‌ها ممکن است به اتفاقات ناگوار منجر شود. بله، من از بدحجابی دفاع نمی‌کنم، اما برای اونها جامعه رو ناامن کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ معاون وزیر ارتباطات که موضوع رسماً در حوزه کارش نیست، با انتشار این عکس چنین نوشت: برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای مشابه اسیدپاشی‌های گذشته، آقای امام جمعه وظیفه دارند صراحتاً اعلام کنند که منظورشون از ناامنی چیست و مشمول حمله فیزیکی و اسیدپاشی و غیره نیست. صورتم داشت سوختن رو تجربه می‌کرد و من این زن مرضیه ابراهیمی است، دختری که 7 سال پیش در اصفهان و در بحبوحه تبلیغات حکومت علیه بدحجابی هدف اسیدپاشی قرار گرفت. اسیدپاش‌ها هرگز شناسایی و دستگیر نشدند. یوسف طباطبایی نژاد هم آنها را محکوم نکرد. ولی مرضیه ابراهیمی الهام بخش زنان و مردانی شد که می‌کوشند نگذارند ناملایمات زندگی و ظلم دیگران بر آنها غلبه کند. عدد کمه. ولی یوسف طباطبایی نژاد الهام بخش آنهایی است که می‌خواهند کسانی را که بدحجاب می‌خوانند از اصفهان برانند. اصفهان از جمله شهرهایی است که روی یک گسل فرهنگی به نام حجاب واقع شده. حامیان حجاب اجباری در اصفهان حضور فعالی دارند. اینجا یک مراسم را تحت عنوان حمل تابوت بدحجابی به راه انداختند. آیا یوسف طباطبایی نژاد منظورش این بود که این قبیل حامیان حجاب اجباری بروند و به صورت زنانی که حجاب کامل ندارند اسید بپاشند؟ قانون شکنان را. صحبت‌های او درباره ناامن کردن فضا برای بدحجاب‌ها از تریبون نماز جمعه نبود. در این اتاق خطاب به رئیس پلیس اصفهان که او را تشویق به بازداشت و تشکیل پرونده برای زنانی کرد که از نظر او حجاب کامل ندارند. کاری که نیروی انتظامی در اصفهان آنگونه که در این ویدیو دیده می شود انجام داده است، ولی ظاهرا نه در حدی که یوسف طباطبایی نژاد را راضی کند. تو چرا؟ او قبلا هم از تریبون نماز جمعه قشر سنتی اصفهان را فرا خواند تا در خیابان به گفته او به بدحجاب ها تذکر دهند، ولی نه در حد کتک کاری. من به فلان خانم گفتم روبرون وایساد، خب تو هم وایس روبروش. نمیگم در حد کتککاری، ولی در حل گفتن. از این قبیل صحبت‌ها و تندتر از آن از زبان امامان جمعه و روحانیون ایرانی در 41 سال گذشته زیاد دیده و شنیده شده. خانومای بی‌حجاب، زناکاران، ظالمان، تشنگی این مملکت گردن شماست، تشنگی حیوانات گردن شماست. جریان اقتصاد ما از ساپورت‌پوشی زنها و دخترها صدمه می‌بیند و ساپورت‌پوشی این دختر لاابالی و اون زن لاابالی و بیباک و بی‌حجابی اون زن بیباک باعث می‌شود که ما تو اقتصاد مشکل پیدا کنیم. این صحبت‌ها عرصه را بر طرفداران حجاب اختیاری تنگ کرده، ولی هرگز نتوانسته طرفداران حجاب اجباری را هم راضی کند. دو هفته پیش تلویزیون ایران در حرکتی کم سابقه گفته‌های یک پژوهشگر دینی را پخش کرد که گفت پروژه حجاب اجباری شکست خورده و جمهوری اسلامی روزی تن به لغو آن خواهد داد. آیا ما شرعاً و عقلاً میتوانیم این روند را ادامه بدیم؟ به نظر من نه، نمیشه ادامه داد از منظر منطق عقلی و منطق شرعی. شاید این حرفا باعث شود روزی حجاب اجباری در جمهوری اسلامی لغو شود. شاید هم این اتفاق نیفتد و یوسف طباطبایی نژاد و دیگر امام جمعه ها همچنان جامعه ایران را به سمت دو قطبی شدن بیشتر پیش ببرند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بشنویم از واکنش سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی 7 سال پیش در اصفهان به اظهارات تازه امام جمعه این شهر. اون افرادی که چنین تفکراتی رو داشتن و دارند
و دست به چنین ظلم هایی میزنن، اینو باید بدونن که هر ظلمی، هر تعصبی به خاطر ذهنه. من درخواست و آرزوی آگاهی دارم برای تمام افرادی که به خاطر تعصبات، به خاطر افکارشون به دیگران آسیب میزنن، و باید بدونیم که هر آسیبی که به هر کسی زدیم، اون آسیب رو به خودمون زدیم. به نظر من بینایی چشم بسیار اهمیت داره. من بینایی چشمانم رو از دست دادم و در سن جوونی باید با سختی زندگی کنم. هرچند من بسیار امیدوارم و ایمان دارم که به لطف خداوند میتونم بینایی رو به دست بیارم. من از جا بلند شدم. من در تاریکی شمعی روشن میکنم و نوری هستم بر تاریکی ها، و آرزو میکنم که نور در دل همه انسان ها باشه و دیگه شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم، دیگه شاهد ظلم نباشیم، و در دنیا صلح، عشق، محبت دنیا رو فرا بگیره و در دل همه انسان ها عشق باشه. سهلا جورکش بود، یکی از قربانیان اسیدپاشی 7 سال پیش در اصفهان. اعظم جنگروی، فعال حقوق زنان، هم از تورنتو کانادا با ماست. خانم جنگروی، شما هم تجربه تلخی داشتید از آنچه که در مورد فعالان حقوق زن، خصوصا کسانی که در زمینه حجاب اجباری فعالیت میکردند، پیش اومد. چقدر این ناامن شدن فضا زندگی افراد رو تحت تأثیر خودش قرار میده؟ به طب این صحبت های ایشون طیف وسیع از زنان جامعه ما رو در خطر میذاره. 6 سال پیش در مهمای 93، وقتی که یکی از ائمه‌های اصفهان که موقعیتی شبیه به امام جمعه فعلی اصفهان رو داشت، گفت باید با بدحجابان برخورد بشه، بعد چند هفته چند موتور سوار اقدام به اسیدپاشی کردن که آمارشون به 18 نفر هم رسید، که تا این لحظه عوامل این اسیدپاشی اعلام نشدن. با توجه به این جایگاهی که این فرد داره و شبکه‌های مذهبی که سابقه اقدام خودسرانه علیه زنان رو دارن، این طور صحبت‌ها به اونها این امنیت خاطر و پشتیبانی رو میده و برای زنان فضا رو سنگین می‌کنه. چون اگه در خاطرتون باشه، همون سال‌ها پس از اسیدپاشی بسیاری از زنان در اصفهان از خونه بیرون نمی اومدن و ترسیده بودن. الان تکرار چنین اظهاراتی از امام جمعه اصفهان فضا رو دوباره سنگین میکنه. نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد، با وجود اینکه 6 سال از این موضوع میگذره، حکومت نه تنها عواملش رو معرفی نکرده، بلکه کماکان داره همون حرفا رو تکرار میکنه و این نشون میده که اون رنجی که زنان محتمل شدن برای این امام جمعه هیچ اهمیتی نداشته و نداره، و دوباره همون حرفا رو داره تکرار میکنه. خود این موضوع نشون دهنده اینه که زنانی که میخوان پوشش متفاوتی داشته باشن و تن به این قوانین زن ستیزانه نمیدن، در معرض آسیب هستن و هیچ پشتیبانی ندارن. چه یه شهروند عادی که ممکن روسریش تو خیابون از سرش افتاده باشه و در حال حرکت باشه، چه کسانی مثل دختران خیابون انقلاب که نماد مبارزه با حجاب اجباری هستن. حتی ما در روزهای گذشته تو توییتر هم دیدیم که مثلا چند تا دختر اومدن نوشتن که نیروی انتظامی اونا رو احضار کرده و تصاویر بدون حجابشون دست تفاوت شخصیشون رو توسط مأمور نیروی انتظامی پاک شده. خود این نشون میده که حکومت هیچ حد و مرزی در مورد این موضوع قائل نیست و خودش رو محقی میدونه که در تمام وجوه زندگی شهروندان دخالت کنه و هیچ وقت هم پاسخگو نباشه. کما اینکه امام جمعه اصفهان هم همین گونه که گفته، ما باید فضا رو برای بدحجابان ناامن کنیم و نگران اینکه کشورهای خارجی چی میگن نباشه. صحیح. شما به 6 سال قبل اشاره کردید، در 40-41 سال اخیر هم کم و بیش همین داستان بوده. این که الان دوباره این موضوع گفته میشه، آیا واکنشی است به فعالیتایی که شروع شده، فعالیتایی که اوج گرفته در زمینه مبارزه با حجاب اجباری؟ خب بله، مسلما ما در این 1-2 سال اخیر شاهد این بودیم که دیگه تابوها شکسته شده و زنان دیگه نمیترسن و طیف دیگه چند تا دختر نیستن، مثل 2 سال پیش نیستش که مثلا چند تا دختر به حجاب اجباری اعتراض کنن.
یا یه جنبش خاصی باشه. ما در حال حاضر شاهد این هستیم که در کشور طیف وسیعی از زنان در حال مبارزه با این قانون‌ها و این الزام‌ها هستن و دیگه مخالف حجاب اجباری هستن و حکومت ترسیده به تبع دوباره یه شرایط سخت و یه فشار سنگین رو میخوان به زنان وارد بکنن که همیشه هم زنان قربانی این داستان ها هستن. ممنونم از اعظم جنگروی، فعال حقوق زنان از تورنتو کانادا با ما. همینطور گفتگویی داریم با صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ما. خانم وسمقی، ناامن کردن فضا برای زنانی که به حجاب مطابق با معیارهای حکومت اعتقاد ندارند مبنای قانونی یا شرعی داره؟ با عرض سلام، اولین نکته ای که من بسیار مهم میدونم در اینجا عرض بکنم اینه که کسانی که دارای مسئولیت هستند مثل امامان جمعه در چنین جایگاهی میان و سخن از این میگن که باید جامعه فضاش ناامن بشه، این یک کار مجرمانه است. خود این نه سخن گفتن و خواستار ناامن شدن فضای جامعه یک کار مجرمانه است. ما اگر دستگاه قضایی مستقل داشتیم حتما باید با این افراد برخورد می شد. و اما اینکه این چه جایگاه و چه خواستگاهی داره، ببینید اگر انقلاب روی اعتقاد چنین حرفایی میزنن یا خواستار برخورد با بی‌حجابان و بدحجابان میشن، اما الان من شخصا چنین چیزی رو نمیپذیرم. من خواستگاه چنین سخنانی رو از کسی هر مسئولی ده فرمانی میدونم و شوه حراس از شکست. ببینید مبارزه با حجاب اجباری امروز به یک مقاومت مدنی، به یک نافرمانی مدنی تبدیل شده و این همه میدونن به هر حال دیگه از لحاظ شرعی هم نه تنها اصل این حجاب سختگیرانه ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، بلکه به ویژه تحمیل اون و اجبار کردن و الزام کردنش هیچ پایگاه شرعی نداره. در درون حکومت هم خود به هر حال افراد این رو میدونن و بهش اذعان میکنن، اما ما با حاکمانی روبرو هستیم که از نرمش در برابر مردم روی برمیتابند، از تغییر سیاستهای غلطشون میترسند و اون رو شکست خودشون تلقی میکنن، در حالی که به نظر من از لوازم حکومت عادلانه و حکمرانی عادلانه این استش که سیاست‌های غلط رو باید کنار بذارن، یک به هر حال حکومت عادل و عدالت‌خواه سیاست‌های غلطش رو کنار می‌ذاره، در برابر خواست مردم نرمش نشون میده، اونجایی که منافع ملی اقتضا می‌کنه نرمش نشون میده، از سیاست‌های نادرست دست بر می داره. ولی ما می بینیم که اینطور نیست. یکی از این سیاست های غلط حجاب اجباری است. خانم بسمدی، حالا اگر از نظر شما اینقدر این اظهار نظرهای نادرستیه که حتی قابل پیگرده، چرا نهادهایی که متولی قانون و شریعت هستن خیلی حرفی در این باره نمیزن؟ آقای طباطبایی نژاد، آقای امام جمعه، ایشون نماینده بوده، ایشون عضو مجلس خبرگان بوده، فکر میکنم همین الان هم عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهانه، یعنی آدم کم اطلاع و بدور از فضا و نبض جامعه نیست. منظورتون اینه که کی باید با ایشون برخورد کنه؟ خب معلومه، به هر حال اگر عرض کردم اگر دستگاه قضایی مستقل داشتیم، اگر به هر حال حکومتی داشتیم که طرفدار عدالت و خواست مردم بود حتما با ایشون برخورد میکرد. خب صرف نظر از نهادهای رسمی، مثلا خیلی از کسانی که در حوزه‌های علمی هستن، روحانیون مستقل، کسانی که
قائل به این اظهار میتونن اظهار نظر بکنن در این زمینه. با صدای بلندی که ما شنیده باشیم از اونها ندیدیم چنین واکنشی رو. این همه محافظه‌کاری باعث شده که کشور ما امروز به اینجا برسه که حتی کسانی که دوستدار اسلامن خب امروز دیگه دارن میبینن چیزی از اسلامیت باقی نمونده، وجهه ای آبرویی برای اسلام اینها نذاشتن. خب حوزه علمیه وظیفه داره وقتی که چنین حرفایی زده میشه که هیچ جایگاه و پایگاه شرعی نداره، باید فریاد بزنن بر سر چنین کسانی که به هر حال شریعت و دین و همه چیز رو اینها زیر سوال بردن، امنیت کشور رو امروز دارن مختل میکنن و خب مسئولیت دارن متاسفانه. اما افراد مستقل وظیفه دارن که اعتراض بکنن و اجازه ندن که این افراد تند رو که واقعا نمیدونم، حالا نمیخوام در اینجا حرف توهین‌آمیزی بزنم، که واقعا نابخردانه سخن میگن، نباید اجازه داد که جو جامعه در دست اینها قرار بگیره و اینها بتونن افرادی رو تحریک بکنن علیه امنیت کشور. این سخن بسیار خطرناکی است که اینها میزنن، چون امنیت کشور ما امروز به اندازه کافی مورد تهدید هست. بله، متشکرم، سپاسگزارم از صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران.